سلام، من کیان هستم. برای کسانی که تا حالا این برنامه رو ندیدن، اینجا محله فینال هستش و این آهنگایی که ما امروز میخونیم آخرین آهنگایی که ما توی این برنامه قراره بخونیم. و اینکه از اینکه توی این مرحله هستم حس بسیار خوبی دارم، به خاطر اینکه خب بین چند صد نفر، شاید چند هزار نفر که برای این مسابقه اسم نوشته بودن، من الان جزو 4 نفر برتر هستم و این حس خیلی خوبی بهم میده. خب من از زمانی که اومدم توی این برنامه، به خاطر اینکه قبل از خوندن روی استیج توی این برنامه من سابقه استیج خوندن نداشتم و هیچ فکری نمی کردم که شاید بعد از 2 هفته برم خونه یا تا این مرحله برسم، ولی بودم برام توی این مرحله سورپرایز، به خاطر اینکه این معنی رو میده که من لیاقت اینو دارم که الان توی این مرحله باشم. خب من اگه امروز به عنوان برنده این مسابقه معرفی بشم، واقعا برای هیچ برنامه‌ریزی نکردم برای فردا، ولی فقط میخوام امشب از اینجا که رفتم هتل فقط بگیرم بخوابم، خیلی خستم با. بعد از فردا فکر کنم ببینم که ادامه زندگی من چگونه خواهد شد. موسیقی از این به بعد سهم بیشتری توی زندگی من داره و بودن توی این برنامه به من این انرژی رو داد که من بخوام برای ادامه زندگیم به موسیقی بیشتر فکر کنم و بیشتر وقتم رو بذارم برای موسیقی. تا امروز هر آهنگی که کیان اینجا روی صحنه اجرا کرد همش آهنگای غمگین بود و آهنگای احساسی بود و اینا، ولی امروز یه آهنگ شاد از من میبینید. آهنگ اسمشو نگم، بذار اسمشو نگم، سورپرایز باشه. بعد دیگه امیدوارم خوشتون بیاد. این آهنگ که پخش شد پاشید بزنید برقصید، چون من خودم هم رقص بلد نیستم ولی روی استیج حالا براتون یکم میرقصم. و این اولین آهنگ شادیه که من دارم توی این برنامه اجرا میکنم و آهنگ دومم هم یه آهنگی پر از احساس، از اونم امیدوارم خوشتون بیاد. خب من اینجا میخوام یه تشکری بکنم از تمامی دوستانی که توی این مدت توی اینستاگرام منو حمایت کردن، به من پیام دادن و به من انرژی دادن. اینجا جایی که من میتونم ازتون تشکر کنم، به خاطر اینکه همتون میبینید و ممنونم که از این به بعد هم حمایت‌های شما توی زندگی من خیلی به من این انرژی رو میده که من خیلی بهتر و پر انرژی تر بتونم این کارم رو ادامه بدم و امیدوارم که بتونم اون خواسته‌ای که شما دارید از من رو خیلی خوب براتون برآورده کنم. و اینجا جا داره که تشکر کنم از MBC پرشیا که این برنامه رو ساخته و این فرصت رو به ما بچه های ایرانی داد خارج از ایران که بتونیم خودمون رو محک بزنیم و دیده بشیم. و اینکه از کامیار میخوام تشکر کنم، به خاطر اینکه خیلی واقعا شاید جاش باشه که از کلمه خاکی استفاده بکنم، خیلی خاکی، دوست داشتنی و دوستانه توی این مدت با من برخورد کرد و خیلی به من کمک کرد برای خوندن آهنگ ها و برای نفسگیری ها و خیلی چیزهای دیگه. از همینجا میخوام بهت بگم که کامیار جان دوستت دارم و خیلی گلی. خب من الان دیگه باید برم روی صحنه اجرا کنم، نوبت من شده. امیدوارم دوست داشته باشید و اینکه میکروفونم با خودم میبرم دیگه.